درود به تمام دوستان. بین سالهای 1975 تا 1979 میلادی حزب کمونیست خمرهای سرخ بر کامبوج حکومت میکرد، حزبی که با سیاست مشت آهنین خود به نسل کشی پرداخت و یک چهارم جمعیت این کشور را قربانی کرد. در این دوره تاریک حدود 1 میلیون کامبوجی به عنوان مخالف سیاسی و یا به دلیل قومیتی کشته شدند. این رژیم مسلمانان چام، ویتنامی ها، چینی ها، تایلندی ها و لاوسی ها را هدف قرار داد. علاوه بر این اعدام ها 1 میلیون کامبوجی دیگه از فرط گرسنگی، بیماری های مختلف و خستگی از شب و روز کار کردن جون خودشون رو از دست دادن. به قدرت رسیدن این رژیم نسل کش نتیجه دهه ها آشفتگی سیاسی بود. شاهزاده نورودوم سیهانوک، پادشاه کامبوج، پس از پایان جنگ جهانی دوم با حکومت استعمارگر فرانسه مذاکره کرد و پس از 90 سال استقلال کامبوج رو به دست آورد. اما سیاست سخت گیرانه سیهانوک باعث تحریک بسیاری از شهروندان این کشور شد، مخصوصا شورشیان کمونیست که سالها ضد دولت استعمارگر فرانسه بودند و حالا توجهشون رفت به سمت سرنگونی شاهزاده. این شرایط ناپایدار با یک جنگ برون مرزی، یعنی جنگ بین ویتنام و ایالات متحده، آشفته تر شد. در ویتنام، همسایه شرقی کامبوج، میلیون‌ها سرباز آمریکایی از قسمت جنوبی غیر کمونیست در مقابل قسمت شمالی کمونیست حمایت می‌کردند. زمانی که ایالات متحده از کامبوج درخواست حمایت کرد، شاهزاده سیهانوک سیاست بی‌طرفی را در پیش گرفت. اما در سال 1970 نخست وزیر سیهانوک او را از رأس قدرت پایین آورد و به نیروهای آمریکایی اجازه داد تا مناطقی از کامبوج رو توسط جنگنده‌هایی که به شمال ویتنام حمله می‌کردند بمباران کنند. در پی این حملات هزاران شهروند کامبوجی کشته شدند. شاهزاده سیهانوک برای رسیدن دوباره به قدرت با دشمنان سیاسی خودش متحد شد. حزب کمونیست کامبوج که به نام خمرهای سرخ نیز شناخته می‌شوند. این حزب توسط افرادی رهبری می‌شد که آرزو داشتند کامبوج به کشوری بدون طبقات اجتماعی تبدیل بشه که تمام مردمش برنجکار هستند. اونا مخالف نظام سلطه طلب و سرمایه‌داری غرب بودند و می‌خواستن کامبوج رو به یک کشور خودکفا تبدیل کنن. اما در نظر مردم اونا بیشتر خواهان مبارزه با دولت طرفدار آمریکا بودند، یعنی دولت سیهانوک. در پی فراخوان شاهزاده به مسلح شدن، بسیاری از مردم کامبوج به خمرهای سرخ پیوستند که در نهایت نتیجهش یک جنگ داخلی تمام عیار بود. جنگی وحشیانه که 5 سال به طول انجامید و سبب مرگ 500,000 کامبوجی شد. در آوریل سال 1975 شورشیان پنومپن، پایتخت کامبوج، را فتح کردند. اما این فاجعه هنوز به پایان نرسیده بود. پس از فتح پایتخت، خمرهای سرخ هر کسی را که باور داشتن با دولت پیشین در ارتباط بوده را اعدام کردند. شاهزاده سیهانوک هم که قدرت رو از دست داده بود در حصر خانگی قرار گرفت. خمرهای سرخ ساکنان پایتخت رو مجبور کردن به بیرون از پایتخت کوچ کنن. در پی این کوچ اجباری هزاران خانواده از هم پاشیدن و اگر کسی توان راه رفتن رو نداشت باید به حال خودش ول می‌کردن. رژیم جدید لوازم مردم رو توقیف کرد و همه رو وادار به پوشیدن به لباس‌ها و مدل موهای یکی کرد. مالکیت خصوصی، پول و مذهب غیرقانونی شدند.
مردم در محله‌های جدیدشون و تحت کنترل رهبرهای محلی مجبور به تولید کلی برنج شدن و اگر اونا برنج کافی تولید نمی‌کردن، رهبران محلی رو اعدام می‌کردن. برای همین بسیاری از رهبران محلی برای نجات جون خودشون فراهم کردن سهمیه معین شده رو به تغذیه کارگران ترجیح دادن و در نتیجه هزاران انسان بیگناه به دلیل سوء تغذیه، کار بیش از حد و ابتلا به مالاریا جون خودشون رو از دست دادن. البته اعضای خمرهای سرخ که مجری این سیستم بودن وضعیت بهتری نداشتن. وقتی که برنامه اونا برای تولید زیاد برنج شکست خورد، رهبر خمرها باور داشت یک توطئه بر ضد او در راهه. او اعتقاد داشت که دشمن داخلی قصد تخریب دستاوردهای انقلابی رو داره و برای همین شروع به بازداشت و اعدام افرادی که تهدید تلقی می شدن کرد. این جنایت وحشیانه نزدیک به 4 سال ادامه داشت، اما در نهایت در سال 1979 ارتش ویتنام با همکاری خمرهای رانده شده کنترل دولت رو دوباره به دست گرفت. البته شکست خمرهای سرخ سرآغاز یک جنگ داخلی دیگه بود که تا دهه 1990 میلادی ادامه داشت. در این سالها هیچ عدالتی برای قربانیان و خانواده‌هاشون وجود نداشت. در سال 2003 دادگاهی با همکاری سازمان ملل و کامبوج تشکیل شد، اما این دادگاه تنها رهبران عالی رتبه خمرهای سرخ رو محاکمه کرد. اعضای رده پایین خمرهای سرخ تنها به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شدند و هرگز محاکمه نشدند. در عوض اونا در مورد سیستم ظالمانه‌ای که جنایات این رهبران عالی رتبه رو ممکن کرده بود توضیح دادند. دادگاه بعضی از متهمان رو قانوناً به عنوان قربانی شناختند، چون که اونا برای حفظ جون خودشون متوسل به خشونت شده بودند. پذیرش جنایت در حق اعضای رده پایین خمرهای سرخ به جای جنایتکار بودنشون تنها محدود به افراد حاضر در دادگاه نبود، زیرا مانند دیگر کامبوجی ها بیشتر اعضای خمرهای سرخ خانواده هاشون رو از دست دادن، گرسنگی کشیدن، اموالشون رو از دست دادن و بیوقفه مجبور به کار اجباری بودن. و البته توهم رهبر خمرهای سرخ به توطئه هم نباید یادمون بره که منجر به اعدام گسترده اعضای خمرهای سرخ نسبت به افراد عادی شد. در نتیجه امروزه بسیاری از مردم کامبوجی نسل کشی رو نه تنها بر علیه اقلیت‌های قومی، بلکه به عنوان جنایتی گسترده بر کل جمعیت کشور میدونن. تا سال 2021 فقط 3 نفر به زندان و حبس ابد محکوم شدند. رهبر اصلی خیوسام فان، معاون ارشدش نونچه آ معروف به برادر شماره 2 و کنگ کک لیو. در حالی که اغلب قربانیان دوست داشتن که دادگاه تعداد بیشتری از رهبران خمرهای سرخ رو محاکمه کنه، اما یک نظرسنجی ملی در سال 2018 نشون داد که بیشتر قربانیان باور دارند که دادگاه به اجرای عدالت کمک کرده. در پی چنین فاجعه‌ای ما میتونیم مناقشه رو به سادگی توصیف کنیم و گروهی رو ظالم و گروه دیگه‌ای رو مظلوم بنامیم، اما بسیاری از مردم کامبوج با واقعیت پیچیده‌تری مواجه هستند. همه‌شون ستم دیده هستن، حتی کسانی که مسئول رنج کشیدن دیگران بودن. البته این تصور به هیچ وجه اعمال خشونت آمیز رو توجیه نمی‌کنه، اما اینکه چگونه یک جامعه وقایع آسیب‌زای روانی رو به خاطر میاره، نقشی در این داره که چه کسی به عنوان قربانی دیده میشه و چه کسی به عنوان مجرم،
و اینکه یک جامعه شکسته شده چطوری میتونه راهی برای آیندهش بسازه.